متابعین بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. موضوع صحبت های امروز در رابطه با امپلنت دندانی است که می خواهیم با جناب دکتر سیف صحبت های داشته باشیم. خواستیم در این باره چرا بیایم صحبت بکنیم، این که ما شما ببینیم که دندان یک عضو مهم بدن است، اگر ما توجه بیشتر، اگر چی در قسمت زیبایی، چی در قسمت حفظ صحه و چی در قسمت های مختلف دندان اگر توجه بیشتر میکنیم، بدون شک که در آینده دندان سالم می داشته باشن. خصوصا اطفال کشور اگر بیشتر والدین عزیز توجه میکنن، اطفال عزیز برشان حفظ صحه دندان بیشتر برشان میآموزانند تا در آینده ها با مشکلات دندانی مواجه نشه. ما میبینیم که در افغانستان متاسفانه بیشتر از مردم ما، هموطنان ما، خصوصا اطفال عزیز با مشکلات دندانی، خصوصا کریز یا کریم خوردگی دندان مواجه هستند، که با راهکارهایی که یک خانواده یا یک فامیل میتونه این راهکارا رو پیش بگیره و اطفالشان مصاب به کریم خوردگی یا کریس دندان نشه. حفظ صحه دندان بسیار مهم و ضروری است و موضوع امروز ما در رابطه با ایمپلنت دندانی است که جناب متخصص دکتر رولا شرفیار، متخصص استوماتولوژی و همچنان استاد دانشگاه طبی با ما هستند و صحبت های خود داشتیم در رابطه با ایمپلنت دندانی. خیلی خوش آمدین جناب متخصص. لطف دارید جان. سپاس. من هم به نوبه خود عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامیتان و بینندگان محترم برنامه با طبیبان از دریچه تلویزیونی نگاه، در خدمت شما و بینندگان عزیز قرار دارم. جان سپاس. چون چی شما، من میفهمم مصروفیت های شما زیاد از بازم که دعوت ما را پذیرفتین، لطف کردین و تشکری شما میکنیم که میمون برنامه خودتان شدین و بتونیم یک چند وقت را با دوستای خود قسمت مشهود دندانی صحبت کنیم از برنامه با طبیبان، با دوستای کسایی که علاقمند برنامه هستن. جناب متخصص میم صحبت میکنیم سر ازی که امپلنت دندانی، اگه شما یک معرفی کل یا در کل یک تعریف ازی بکنین، میشه که ما و دوستای ما، کسایی که بیننده برنامه ما، خود تصدیق یا معلومات کلی را عکس کنن. بحث خوبی هست. خوب هست که به صورت کلی تر بحث شروع بکنیم. گفته میشه که دندان ها به صورت کلی قسمی دیزاین شده که تمام حیات یک شخص بهش کار بده، یعنی تمام دوره حیات برای شخص مشکلش رفع بکنه و نیازمندیش رفع بکنه و برایش کارکرد داشته باشه. اما عوامل متعدد، مثلا کریس های دندانی یا میکروب های مخصوصی که دندان ها را تخریب میکنن، عوامل مثل تروما ها یا صدمات که باعث میشه دندان ها بشکنه، از بین بره، تخریب بشه، و عوامل هم مثل آفات پریودنتال و آفات بیره‌ای که بیره ها را مصاب میکنه و سبب میشه که دندان ها هم دوچار تخریب و دوچار از بین رفتن شه. این عوامل سبب میشه که دندان ها در تمام طول حیات کفایت نمیکنه. در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که تعداد دندان ها کاهش پیدا میکنه، نظر به این عوامل و عوامل خرد و کوچک دیگه سبب میشه که دندان ها دوچار تخریب شوند و سبب میشه که دندان ها از دست بره. به این ملحوظ تلاش های زیاد از طرف دندان پزشکا، از طرف علما صورت گرفته که راهکارهای خاصی برای زی جستجو شوند. مثلا در قدم اول کوشش صورت میگیره که وقایه شوند، پروسیجرهای وقایوی معرفی شده و کوشش صورت گرفته که مردم از این پروسیجرها استفاده کنه تا دندانهایشان خراب نشه. برفرض این که هم اگر نشود و خراب شد، بعد روش های تداوی متعدد در نظر گرفتن. این دندانهای پوسیده شده، تخریب شده یا دندانهایی که تروما دیدن، روش های مختلف تداوی رو پیشنهاد کردن که دندانهایی که خراب شده اینا تداوی شود. در بعضی از موارد تداوی هم نمیشه، یا اینکه مریض دیر مراجعه میکنه، یا دندان ها زیاد تخریب میشه، یا فرسودگی ها بسیار زیاد هست، کریس های دندانی بیش از حد هست. خلاصه از مرحله تداوی میگذره. این مرحله مرحله ای که دندان ها بالاخره از بین میره و مریض فاقد یک دندان میشه، یک دندان خود از دست میده، یا دکتر برش خارج میکنه و یا هم میفته. به هر حال این مرحله جنجالی تر هست، یعنی مرحله رسیده که دندان نه وقایه شده، نه تداوی شده و بالاخره امروز دوچار میسینگ دندانی یا کمبود دندان هاش خاص میشه. فلحاظا در دندان پزشکا تلاش مرحله بعدی شی بوده که برای کسانی که میسینگ دندانی داره یا تعداد دندان هایشان کم است، توصیه شده که برای اونا دندان باید بسازن، دوباره اعاده بکنن،
یعنی مشکلشان رفع شوه، تا اینا هم زیباییشان دوباره بر بگرده و هم اکلوژنشان دوباره بر بگرده و هم به صورت کلی فنکشن یا وظیفه که همه خوردن غذا هست دوباره بر بگرده. فلحاظا تلاش به این صورت گرفته که دندانها دوباره ساخته شد برای اشخاص. روش های مختلف ساخت را پیشنهاد صورت گرفته، ساخت های متحرک، دندان های متحرک یا ریمویبل را اول پیشنهاد کردن، به جای دندان های از دست رفته دندان های متحرک جابجا کردن. بعد گفتن انواع مختلف دندان های دیگر پیشنهاد کردن که اونها ثابت هستن، مثل دندان های طبیعی حرکت نمی کنن، مریض بیشتر راحت با اینا. اما در هر دو صورتش متوجه شدن که ما با روش هایی که پیشنهاد شده بود دیدن که نه، ما دندان های اطراف را یا دندان های باقی مانده را هم دوچار صدمه می کنیم، یا آنها تراش میشن، یا آنها در منحیث حمایت کننده و ثباتی دندان های ساختگی عمل میکنن، یک سلسله درگیری بر دندان های کناری هست. فلحاظا در جستجویی بودن که یک رویش را پیشنهاد کنن که مثل دندان طبیعی از ریشه دندان دوباره احیا شود و دندان های از دست رفته یک شخص به صورت اساسی و بنیادی شبیه به دندان های طبیعی دوباره ساخته شود. این مقوله بود که همیشه در ذهن علما بود، دندان پزشکان در ارتباط بسیار تلاش های زیادی کردن تا بالاخره ایمپلنت دندانی رو معرفی کردن. ایمپلنت دندانی نوع پیشرفته ساخت دندانی هست، دندان ها هست که امروزه بسیار مروج هست و به صورت اساسی و بنیادی دندان های از دست رفته رو دوباره احیا میکنه. مقوله ایمپلنت دندانی تاریخچه بسیار طولانی نداره، بیش از کمتر از یک قرن میشه، در اواسط قرن 20 مطرح شد. یک مجموعه از دانشمندان سویدنی اولین کسانی بودند که مقوله را مطرح کردند، کسی به نام دکتر برینمارک که امروز مشهور به پدر ایمپلنت در دنیا هست. اونها یک دکتر ارتوپیدی بودند. دکتر ارتوپیدی دریافتند که ما میتونیم بعضی از فلزات را استفاده کنیم که با عضویت انسان سازگار هست، با عضویت انسان اونها را رد نمیکنه. در اواسط قرن 20 اینها گرفتن یک فلز را به نام تیتانیوم، این در استخوان یک خرگوش برای اولین بار تطبیق کردن. بعد از یک مدتی دیدن که استخوان کاملا با فلز با استخوان خرگوش تطابق کرده و جدا نمیشه. بعد آمدن این انکشاف دادن فلز تیتانیوم را، دیدن چه خاصیت داره، متوجه شدن که کاملا سازگار و مطابق قیاس بلها نسجی سازگار با عضویت انسان ها و حیوانات. بعد آوردن این مفکوره پیدا شده بود، قبل از اون هم در جستجویی بودن که چگونه میتونیم ما دندان های از دست رفته توسط بعضی از عناصر بیگانه یا از عناصر فلزی دیگه ما یا غیر فلزی ما بتونیم اینها را دوباره احیا بکنیم. به اون ملحوظ گرفتن از این فلز تیتانیوم من حیث یک فلز سازگار استفاده کردن و در جای دندان ها دیدن که نتیجه خوب داره. بعد مقوله انکشاف پیدا کرد تا اینکه در سالهای 1965 در یک کنگره عمومی که در شهر تورنتو در آمریکای شمالی مطرح شده بود، باز آمدن مفکوری خود مطرح کردن و از او به بعد تحقیقات بیشتر روی ایمپلنت های دندانی صورت گرفت. امروز ما شاهد هستیم که من حیث یک آپشن بسیار مؤثر، مفید و کارا به خاطر اعاده وجاهت و زیبایی، اعاده فعل جویدن و وظایف دندان ها برای دندان های از دست رفته تا امروز استفاده میشه. شما اشاره کردین و در قسمت خود ایمپلنت حالا میایم صحبت میکنیم که خود تعریف اگر بکنین شما از خود ایمپلنت چی هست و بسیار خوب. تعریف جامعی که از ایمپلنت شده یک تعریف کلی میگه ایمپلنت عبارت از یک مواد اجنبی سازگار با عضویت انسان هست که به صورت بین استخوانی و روی استخوانی به منظور سپورت و حمایت دندانهای متحرک و به منظور ثبات دندانهای متحرک و سپورت و حمایت دندانهای ثابت استفاده میشه. این تعریف کلی از ایمپلنت میگه یک ماده سازگار عضوی هست که اینها به خاطر عادی دندانها به صورت کلی استفاده میشه. ایمپلنت در به صورت کلی یک ماده هست که به صورت بیرونی یعنی مواد اجنبی هست، ما میاریم در عضویت انسان تطبیق میکنیم. شما میدانیم که عضویت انسان هیچگاه جسم اجنبی رو به خود نمیپذیره،
هر جسم اجنبی وقتی که وارد عضویت شود، حتی یک سوزن، خار و چیزی داخل عضویت شود، عاجل نسج گرانلشن اون را احاطه میکنه و اجازه نمیتد داخل عضویت اینا وارد شود. تا زمانی که ما رو خارج نکرده باشیم قبول نمیکنه. به لحاظ عضویت انسان چیز بیگانه را نمیپذیره. اما تحقیقاتی که صورت گرفت نشان داد که یکی از عناصری که با انسان سازگاری داره تیتانیوم هست. تیتانیوم یکی از فلزاتی هست که خونسا هستن به لحاظ چارت و در این حال کاملا سازگار با عضویت انسان است. هرگاه ما فلز تیتانیوم را به صورت درست در داخل عضویت انسان تطبیق بکنیم، عضویت انسان هیچگاه رد نمیکنه، دوباره میپذیره، بلکه یک اصطلاح ساده میگه بادی فرندلی متریال هست، یا جسم یا موادی هست که عضویت را دوست داره و او را در کنار خود میگیره. فلهذا اول آمدن بعد از اینکه ایمپلنت مطرح شد، به ادامه صحبت قبلی هم که داشتیم آوردن مطالعه کردن که چطور یک ایمپلنت با عضویت انسان سازگاری داره. آمدن یک اصطلاح تحت نام اوستئوانتگریشن مطرح شد. اوستئوانتگریشن را تعریف کردن، گفتن عبارت از تماس ایمپلنت و استخوان عضویت انسان هست و این را گرفتن در مقاطع بسیار کوچک در تحت میکروسکوپی نوری رو مطالعه کردن که چگونه یک رابطه بین عضویت انسان و بین سوتو ایمپلنت است. دیدن که هیچ گونه ریاکشن یا عکس العملی از طرف عضویت در مقابل ایمپلنت صورت نمیگیره. بعد مطرح کردن که ایمپلنت با عضویت انسان و یا فلز تیتانیوم با عضویت انسان یک خاصیت اوستئو انتگریتی داره و خاصیت سازگار نسجی داره. معمولا سازگاری نسجی اینا رو باز گفتن شرایط هم داره. اینطور نمیشه به هر حالت ما هر فلز رو داخل عضویت انسان بکنیم تطبیق بکنیم کامل سازگاری داشته باشه. به لحاظ یک سلسله قواعد گذاشتن، مثلا گفتن که تماس بین فلز و بین عضویت انسان بسیار باید صمیمی باشه، یعنی گپ یا فاصله وجود نداشته باشه، بعد هم تطابق بسیار مناسب داشته باشه، فشار مناسب در صحابیه و در این حال با شرایط معقم استفاده شوه. این شرایط گفتن اگر ما و دوم دیگه و اساسا جدا از موارد چیزی که بسیار مهمه پروسیجر جراحی که ما ایر تطبیق میکنیم باید کاملا محکم باشه و کمتر صدمه به انساج و به عضویت و استخوان برسانه، یعنی یک پروسیجر اتراماتیک باشه. با این می پروسیجرهای اتراماتیک و محکم و مناسب وقتی که ما یک فلز تیتانیوم داخل عضویت انسان بکنیم از عضویت انسان کاملا ایر میپذیره و سازگار با عضویت انسان است. فلهذا این ایمپلنت آمد مطرح شد. در اوایل میگرفتن ایمپلنت ها را مطالعه کردن که ما چطور موفقیت ازی چطور هست. آمدن دیدن که خیلی موفقیت بالا داره، یعنی خیلی سازگاری بالا داره. بعد هم پیشرفت ها صورت گرفت، انواع مختلف ایمپلنت ها را مطرح کردن، اشکال مختلف و اونایی که بسیار سازش بسیار مناسب داره اینها را آمدن مورد مطالعه قرار دادن و دیدن که بله هازی بیولوژیک و به لحاظ دستوتوی کوچک وقتی که اینا رو با عضویت انسان مورد مطالعه قرار دادن دیدن کاملا به صورت اساسی اینها سازگار هستن و هیچ گونه ریاکشن و عکس العمل در مقابل از اینا وجود نمی داشته باشه. و امروز ما شاهد هستیم که مقوله هایی که می گفتن ایمپلنت مشکل ساز هست، ایمپلنت عضویت انسان نمی پذیره، همیشان مسترد شده و سکسس ریت یا میزان موفقیت بلند را در دنیا نشان میده. چنانچه سکسس ریت یا موفقیتی که در ایالات متحده آمریکا در ارتباط به ایمپلنت ارائه میشه بیشتر از 90% است، یعنی 90% میزان موفقیت است. البته برمیگرده به فک بالایی و فک پایینی. مثلا در فک پایینی میزان موفقیت در کدام مندیبولا خیلی هم بالا است، اما در کدام مگزیلا نسبتا کمتر است. در خلف مندیبولا هم بیشتر نسبت به خلف مگزیلا است. اینها موقعیت های فکی فرق میکنه، اما به صورت کلی میزان موفقیت و میزان این اوستئوانتگریشن و جذب ایمپلنت به عضویت انسان خیلی موفقیت بالا را داره و ما شاهد هستیم که ایالات متحده آمریکا امروز بیش از 90% کسانی که میخواهند دوباره دندان خود جاگزین بکنه، جاگزین اول ایمپلنت های دندانی هست و در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان ایمپلنت حرف اول برای عادی دندان های از دست رفته به خود اختصاص داد. جان سپاس. بریم اگر از نظر بیولوژیکی ایرا مد نظر بگیریم که چی تغییرات میشه میاره به وجود و خصوصا تعاملاتی که صورت میگیره خودش چی تعاملات صورت میگیره بالاخره این سازگار میشه با بدن انسان و یک نفری که دندان خود ایمپلنت میکنه یا غصب میشه دندانش در اینجا باز کدوم مشکل با کدوم مشکل مواجه نمیشه؟ اگر شما اشاره داشتید که ای 90% موفق بوده و 10% که موفق نبوده باز هم اگر اشاره داشته باشید هیچ علتش چی بس؟ قبلا عرض کردم که وقتی که ایمپلنت وارد عضویت انسان میشه
اولین خصوصیت خوب اینه که به لحاظ چارچ خونسا هست خونسا است. و هیچگاه عکس العمل از طرف عضویت در مقابل از اینا ایجاد نمیشه. همیشه عضویت انسان یا به صورت کل حجرات عضویت به لحاظ بیولوژیک در مقابل هر جسم بیگانه عکس العمل از خود نشان میده. هر جسم بیگانه وقتی که وارد عضویت میشه به صورت از مجرای غیر اصولی مثلا در قسمت انساج داخل انساج عضویت میشه، همیشه عضویت در مقابل عکس العمل نشان میده، نسج گرانش نهاته میکنه و هیچگاه اجازه نمیده که اینها من حیث یک جسم اجنبی داخل عضویت انسان باقی بمونه. با مو ملحوظ هست که یک قانون کلی از بدن انسان هست. اما وقتی که ایمپلنت های دندانی یا به صورت کل فلز تیتانیوم را وارد عضویت انسان میکنه، ما شاهد هستیم که یک عکس العمل از طرف عضویت هیچگاه صورت نمیگیره، بلکه عضویت انسان میره در داخل لانه هایی که سطوح ایمپلنت بهش ساخته شده، استخوان سازی میکنه و در اونجا رشد میکنه و کم کم یک فضای کاملا تطابقی بین ایمپلنت، سطح ایمپلنت و بین دندان ها هست و این سبب میشه که تمام فاصله بین ایمپلنت و بین دندانی توسط عضویت انسان پر شود و اجازه نده که هیچ چیز دیگه، نه نسج گرانولشن و نه باکتری ها و انتانات ریس هم داخل کنه. و به شرط این که باید مواردی که عرض کردم که باید کاملا یک پروسیجری که نرم تطبیق میکنیم، یک پروسیجری اسپتیک و پاک باشه و در این حال تطابق بسیار مناسب در ابتدا بین استخوان، بین سطوح استخوانی و بین ایمپلنت وجود داشته باشه. دیگه هیچ چیزی در این فاصله نفوذ کرده نمیتونه و کاملا یک فضای منظم بین دندان ها و بین استخوان وجود، بین ایمپلنت و بین استخوان وجود نداشته باشه. تشکر. من در قسمت سوال میکنیم که آیا ایمپلنت با دندان هایی که طبیعی هست یا نه دندان هایی که انسان طبیعی خداوند برش عنایت فرموده، در این قسمت یک جا تو کدام پروگرام دیگه جا یک جا ساخته میشه یا کدام پروسیجر خاص خود داره در اینجا که شما اشاره داشته باشید؟ خوشبختانه چیزی که ایمپلنت داره که خودش مستقل هست، اینا به صورت مستقل داخل عضویت انسان میشه. ما هرگاه بخوایم یک کس شخص یک دندان خود از دست داده، ما قشنگ میتونیم یک ایمپلنت در صاحب بگذاریم بدون کوچکترین صدمه و یا تراومای به دندانهای جانبی وارد بکنیم. اما در بسیاری موارد ما شاهد هستیم که یک شخص چندین دندان خود از دست داده، نیاز به این میشه که ما به شکل پایه ها قرار بدیم ایمپلنت. بسیاری دوستان ما و بسیاری از مریضان و کسانی که مشکل دندانی دارن تقاضای اینه دارن که این ایمپلنت با دندانهای طبیعی دو پایه متفاوت قرار بدیم و اینجا به شکل بریج یا پل دندان ساخته شود. چیزی که باز اینجا حائز اهمیت است که باید ذکر شود، هیچگاه ایمپلنت با دندانهای طبیعی وصل نمیشه، یعنی دو پایه قرار نمیگیرن، یک دندان طبیعی با ایمپلنت. دلیل هم اینجاست که ایمپلنت کاملا با گستخوان ساده تر بگم جوش میخوره یا استنتگره میشه، اما دندان طبیعی در بین دندان طبیعی و بین استخوان فک یک فضای پریودنتال هست، نسج نرمی هست که دندان طبیعی همیشه داخل زو حرکت میکنه، اما در طرف مقابل ایمپلنت کاملا ثابت است و این سبب میشه که ایمپلنت شل شود و حرکات مداومی که حرکات کوچک در دندان طبیعی صورت میگیره، دندان ایمپلنت ما را حرکت میده و این سبب شه که انساج اطرافش و استخوان‌های اطرافش تحلیل شود و کم کم سبب شود که ایمپلنت ما به طرف تحلیل استخوان و کم کم به طرف فیلر و ناکامی پیشرفت بکنه. فلحاظ ما نمیتونیم ایمپلنت را با دندان طبیعی وصل بکنیم، باید کاملا ایمپلنت ها با دندان های طبیعی، چی یک ایمپلنت باشه و چی چندین ایمپلنت باشه و چی یک شخصی که مثلا همه دندان هایش هست یک ایمپلنت میسازه یا یک تا ندارم یک تا ایمپلنت خودم میسازه، یک شخصی تمام دندان هایش نیست میخواد تمامش دندان بسازه، صرف یک دندان در فک هم داره، باز هم توصیه به این میشه که دندان ایمپلنت با دندان های طبیعی وصل نشه. بیان سپاس میم در قسمت هایی صحبت میکنیم که اگر بین در قسمت مدت زمان ترمیم و آماده شدن خود دندان اگر اشاره داشته باشه، این نفره که میخواه که یکی از دندان های خوش و مشکل مواجهش خصوصا دندان های یک دندان از از هسته یک قسمت هم میخواه میره امپلنت بکنه، این چقدر وقت در بر میگیره، این آماده میشه بر ازی که این استفاده از این دندان خود بکنه؟ سوال خیلی خوبی بود. ما در دو بخش میتونیم به این بپردازیم. اولا اینکه یک جایی که ما میخواییم ایمپلنت بکنیم اون جا چه وقت آماده میشه. مثلا یک شخص یک میسینگ دندانی داره، یک دندانش خارج میشه، چه وقت ما باید ایمپلنت برزنا بکنیم؟ دو حالت را پیشنهاد میکنه. یک حالت که امروز زیاد استفاده میگیره با پیشرفتی
تکنولوژی و علم امیدیت ایمپلنتیشن هست. امیدیت ایمپلنتیشن طوری هست که ما به محضی که دندان خارج میکنیم، در صورت که ساحه منتن نباشه، عفونی نباشه، یک دندان که ریشهش خراب نباشه، ما میتونیم به صورت عاجل ایمپلنت خود در ساحه فرش ساکت ایمپلنت در ساکت که تازه دندانش خارج شده ما قشنگ ایمپلنت خود تطبیق بکنیم. و این ایمپلنت ها به نام ایمپلنت هایی هستن که در فرش ساکت استفاده میشه. اما چیز های اهمیت اینجا هست در فرش ساکت ایمپلنت که باید دندانی که خارج میشه به صورت اتراماتیک، یعنی بدون جنجالی، تو نمیشه که یک دندانی که کاملا ساحه تخریب شده باشه ما به اون ایمپلنت بزنیم. یک دندان رو باید به صورت اتراماتیک ما خارج بکنیم و بعد از اون در ساحه ایمپلنت تطبیق بکنیم. این هیچ نیاز به این نداره که ما یک مدت بگذاریم تا اون ساحه آماده شه و ما ایمپلنت خود اونجا تطبیق. حالت دوم هم حالتی هست که ما در ریجه های آماده میگذاریم، یعنی میگذاریم ساحه ترمیم شود و عفونت ساحه بهبود پیدا بکنه و کاملا یک ساحه آماده برای ایمپلنت داشته باشیم، استخوان ریج کافی در ساحه وجود داشته باشه، بعد ما ایمپلنت خود تطبیق بکنیم. و اون زمان این روشی مناسب تر هست و کمتر ریسک پذیر تر هست، میزان موفقیت و سکسس ریت در حالت نسبت به حالت اول اندکی بیشتر هست. مورد دومی که بعد وقتی که ما ایمپلنت در ساحه تطبیق میکنیم چی مدتی قابل استفاده میشه، ما میفهمیم امروز ایمپلنت هایی که زیاد استفاده میشه ایمپلنت های تو پیس هست، یعنی دو قسمت داره. یک قسمت اساسی فیکشر ایمپلنت هست که در داخل استخوان تطبیق میشه و یک قسمت ابوتمنتش جداگانه هست. معمولا توصیه میشه که ایمپلنت های فیکشر ایمپلنت ها در داخل استخوان تثبیت شوه یا داخل شوه یا گذاشته شوه و یک مدت را صبر شونه. البته دو حالت وجود داره اینجا. یک حالت هست به نام ایمیدیت لودینگ میگیم. ایمیدیت لودینگ حالتی که ما عاجل بعد از اینکه ایمپلنت در داخل استخوان تطبیق میکنیم عاجل لود کنیم، یعنی عاجل تاج دندان ساخته شوه و یک شخص بتونه غذا به او بخوره و کاملا از اون نرمال استفاده بکنه. اما حالت دیگه ای که دیلی لودینگ هست معمولا 3 ماه را توصیه میکنه که باید ایمپلنت دندانی گذاشته شود تا این ترمیم صورت بگیره، یعنی استنتگریشن کافی صورت بگیره و بعد از او میتونه ما روی بار بگذاریم و روی از او دندان تاج دندان بسازیم و یک شخص بتونه از او استفاده بکنه. دلیلش هم یک حالت به نام پرایمری استیبیلیتی و یک حالت سیکندری استیبیلیتی را یادآوری میکنه. پرایمری استیبیلیتی ما گیریش مکانیکی هست که در هفته اول طوری که با فشار 35 نیوتن وقتی که ما ایمپلنت در ساحت تطبیق میکنیم یک گریش یا یک ثبات ایجاد میکنه. اما بعد از یک هفته اول تغییرات بیولوژیکی که در اطرافش صورت میگیره سبب میشه که ایمپلنت در ساحت ثبات خود نداشته باشه. بنابراین از هفته اول اگر بگذره، اینه ما اگر بتونیم در هفته اول لود بکنیم خوب، ولی اگر از هفته اول بگذره دیگه زمان باید ایمپلنت تا 3 ماه را یک شخص صبر بکنه تا ساحه به حد کافی ترمیم شه و باز تگریشن کافی در ساحه تأسیس شه و بعد از او باز ما میشه که تاج دندان را و بالاخره بالای زونا نصب بکنیم و برای شخص اجازه بدیم که به صورت نرمال غذا بخورن. و از سای ما از بخش تخنیک اشاره داره که تقریبا 3 دقیقه و 2 دقیقه وقت داره. میم در قسمت زی صحبت میکنیم که آیا در افغانستان در کشور ما چه قیم امکانات وجود داره که متخصصین دندان ما، کسایی که مسلکی است، پروفشنال مسلکی است، در اینجا از این پروسیجر خوبتر استفاده میکنه و نتیجه بهتر داده، یعنی حداقل با کشورهای همسایه و کشورهای جهان اول میتونه که امسو باشه متخصصین داشته باشه؟ خوشبختانه که افغانستان شاید در بسیاری موارد رو به وضعیتش رو به بهبود هست، در بخش صحت و به صورت مشخصا در بخش طبابت دندان هم امروزه پیشرفت‌های خوبی داشته. ما شاهد هستیم که اعتماد زیادی از هموطنان ما در خارج کشور نیز جلب کرده. ما از بسیاری کشورهای دنیا مراجعه میکنن و دندانهای خود در کشور خود ترمیم میکنن. ما شاهد هستیم که یک نوع اعتمادسازی خوب صورت گرفته و خوشبختانه رشد کافی هم داشته، در کنار این که بی‌توجهی‌های حکومت سبب شده یک مقدار بی‌نظمی‌ها و ناشی‌ها هم در گوشه و کنار زیاد باشه. اما روی هم رفتم این روند خوب هست. ما باوریم به این هموطنان ما به سادگی خواهد بتانن انشاءالله به از این پروسیجر ها مستفید شوند. البته توصیه ما به این هست که معمولا به جاهای مراجعه بکنن که یک مقدار توانایی خوبتری دارن و میتونن ایمپلنت های مناسب رو بگذارن. با باوریم هست که از بخش طبابت دکترها امروز میتونن که
ایده از دکترا دی تکنولوژی جدید را در کشور عملی بسازه، اما از بخش مردم دو مشکل وجود داره. یک مشکل بابت هزینه ها هست که هزینه های بلند داره که باور من خیلی هم بلند نیست. یعنی اگر یک ایده مردم میتونن ازش استفاده بکنن، چنانچه ما میبینیم در بسیاری موارد مصارف بسیار گزاف بیجا میکنن، اما در رابطه به صحت خود هم قطعا میتونن از استفاده بکنن، اونقدر هم گزاف نیست. و مورد دوم فرهنگش است. متاسفانه فرهنگش هنوز هم عملی نشده و به صورت بنیادی و به صورت ریشه‌ای بین مردم ترویج نشده. دیدگاه های متضاد وجود داره و مردم زیاد علاقمند نیست. ما باورم بیسته که از رسانه ها باید این قسمت سهم بگیره، حکومت، دانشمندا، دکترها و مردم تلاش خود بکنن تا فرهنگ نهادی نشود. قطعا ما انشاءالله جامعه خود داشته باشیم شبیه به جامعه کشورهای همسایه ما و شما، مستفیض از تکنولوژی های مدرن و پیشرفته. جهان سپاس جناب دکتر صاحب که لطف کردین به برنامه آمدین و صحبت های شما ما مستفید شدیم و دوستای ما که بیننده برنامه با تیبون مستفید شدن. انشاءالله با امید از اینکه بازم شما دعوت ما را بپذیرین و بیاین در برنامه صحبت های با هموطنان خود داشته باشیم، به خاطر از اینکه آگاهی دهی در بخش صحت، در بخش های مختلف صحت برای مردم افغانستان ضروری است و شما من از یک کادر علمی کشور انشاءالله تشکری میکنیم و شما جهان سپاس شما. جهان سپاس شما. تشکر شما میکنم. دوستان عزیزی بود برنامه با تیبان امروز که خدمت شما تقدیم شد، با امید از اینکه وطن ما افغانستان عزیز شاید پیشرفت های بیشتر در عرصه های مختلف و خصوص در سیه توابط باشه که متخصصین ما امروز قناعت مردم ما را در بخش های مختلف فراهم ساخته و در بخش دندان هم ما شاید عزیزیم که مردم یا هموطنان ما که بیرون از افغانستان است مهاجر هستند یا در کشورهای بیرون پناهنده هستند، بر خاطر مشکلات دندانی در کشور مراجعه میکنند، به خاطر هزینه ازی در کشورهای بیرون بیشتر است و در افغانستان هزینه کمتر دارد، اینجا دندان خود ترمیم میکنند. و دومی که میخواهیم برای دوستای خود بگوییم در قسمت حفظ صحه دندان اطفال بسیار کوشش کنین که اطفال های عزیز امروز اگر حفظ صحه دندانشان به صورت اساسی مراعات شود در آینده که جوان میشه یا بزرگ میشن مشکلات دندانی نمی داشته باشه، هیچ وقت احتیاج به این پیدا نمیکنه که دندان خود امپلنت کنه یا با کریس یا